آقای علومی، از جایی که شما عضو دفاعی پارلمان افغانستان هستین، گویا طبق قانون اساسی تا 11 ماه دیگه باید انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان به مرحله اجرا گذاشته شده. آیا شما فکر میکنین که نیروهای امنیتی ما، چی پلیس و چی اردوی ملی و نیروهای ائتلاف بین ملی، امکان به اصطلاح کنترل و نگه داشت این پروسه انتخابات را بدون از اینکه کدام اختشاش بده، بدون از اینکه کسی تلف بشه، آیا زمینه فراهم ساختن این انتخابات از طریق موضوعات امنیتی میسر است؟ اول ورد برسونم که بایست یک نماینده پارلمان همیشه امی حراست از قانون، تطبیق از قانون، نظارت از عمل کرده حکومت وظیفه ما هست، هم در کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی، هم بایست ازی که من یک وکیل هستم از جنوب افغانستان، از قندهار. باید تیره برد برسانم که قانون اساسی افغانستان میگه که رئیس جمهور در اول جوزاین تقریبا که 21 می میشه وظیفهش ختم میشه که سال پنجم است، دیگر رئیس جمهور باید پیش از او از 21 مارس شروع تا 21 می یا از اول سال نو شروع کرد، اول عمل است تا آخر ماه ثور باید رئیس جمهور دیگر انتخاب شود. قانون چنین صراحت میده و ما هم از حکومت میخواهیم که قانون تطبیق کنه. اما از جایی که گفتم از جنوب آمدیم و ولایاتی که در جنوب قرار داره، اکثریت از آن نسبت عدم موجودیت امنیت هنوز رفتن به طرف صندوق‌های انتخاباتی بسیار دور است. شما می‌فهمید در طول سال گذشت دولت نتانست مطابق قانون پلان‌هایی را که روی دست گرفته بود که باید سرشماری نفوذ کنه، سرشماری نفوذ هم صورت نگرفت و از طرف دیگر هنوز نمی‌فهمیم که کی در کدام نفوذ است. امیاله که ما تجارب آلمان در اینجا می‌بینیم، تجارب خود می‌بینیم، اوضاع انتخاباتی بر هر وکیل کل ولایت است. مثل اینجا واره نیست که اوضاع انتخاباتی هر وکیل جدا باشد تا بتانه رسیدگی به اوضاع انتخاباتی خود اینا هم کند. دیگه این یک مشکل دیگر را داریم. حالا آمدیم چون امنیت نیست، تا جایی که برداشت ما هست شخصا از جنوب، جنوب شرق و جنوب غرب افغانستان که امنیت نباشه، آیا ما میتونیم انتخابات بالقوه کنیم؟ اگر کشورهای خارجی، کشورهایی که امروز همکار هستند با افغانستان، چنین فکر میکنن که توسط بالقوه میتونن امنیت بگیرن، این به این مفهوم میمونه که شما یک جای امنیت بگیرین، حالا در داخل افغانستان مثلا یک ولسوالی سقوط میکنه، دولت میره با تمام قوه ولسوالی رو پس با پای استاده میکنه، روزی که قوا میبره پس مخالفین کوشش میکنند اونجا سر بلند کنند و این ولسوالی رو میگیرند و به یک تلفات دیگه هم قربانیایی که بیجا ما باید است نتیم در اونجا قربانی رو متحمل میشیم. این حالت است در افغانستان. هم اگه بالقوه بریم انتخابات ما دایر کنیم، مردمی که میرن رای به صندوق مندازن، فردایی که قوت ها از داخل دو محل میبره، این باید چی کنیم؟ این یک پرابلم است تا جایی که شخصا میبینم. البته نظر شخصی ما هست، از جایی که ما مسئولیت یک حزب هم داریم، مسئولیت رهبری در جبهه ملی هم داریم، ما فکر زیادتر بالایی کش میکنیم که انتخابات با وقت و زمانش شود. این مسئولیت های حکومت است و مردم هم مسئولیت خود در این مورد داره. نمیخواییم مردم به بحران ما باید بکشانیم. 11 ماه نمونده، یعنی تقریبا شما میفهمید که حال ما قوس هستیم، جدی و دلو مانده و حد 3 ماه دیگه، 3 ماه بعد باید انتخابات در افغانستان یا 4 ماه بعد در افغانستان باید انتخابات اقلا 1 الا 2 ماه، میگن 30 روز الا 60 روز باید است رئیس جمهوری که انتخاب شده باید باشه و تعویض شه با رئیس جمهوری که فعلی قرار دارن. از اون خاطر امکانات ازیره باید همه ما فکر میکنیم، بایست پارلمان و ساختارهای سیاسی که چطور شبه انتخابات به خوبی باید از دارشه که زمینه فراهم شه. اگر نمیشه، گفتم شخصا نظر ما که ما باید ایده بیندیشیم که چی کرده میتونیم که انتخابات سالمه، البته به یک شکلی باید از دایر کنیم که تانسته باشیم به یک نتیجه مطلوب در اونجا برسیم. ای اشکالشه، پیش بینیای لازم البته شخصا بیش باز ساختارهای سیاسی تو وجود داره که اگه باز ضرورت باشه توضیح بدیم که بگوییم چی چیز ساختارها رو ما در نظر گرفتیم که اگر احیانا انتخابات سالم صورت نمیگیره و مسئول صورت نمیگیره، بریم بر یک بدیل دیگهش که چی رقم یک دوره انتقالی رو تا زمانی که باید از در اینجا امنیت برقرار شوه او رو بیاریم و بعد از او بریم با کمک جامعه جهانی یک جا و همکاری قاطبی مردم افغانستان انتخابات سالم ما باید است دایر کنیم. همین سوال در قسمت میخواستم که متوجه آقای جونده بسازم که آیا اگر به عوامل انتخابات تا 3 ماه دیگه و گویا گفته میشه چون وقت سردی است بهتر است که به
تابستان و خزان باشه. اگر تا او وقتم به علت مسائل امنیتی انتخابات صورت نگیره، آیا در قانون اساسی و امکانات دیگه موجود هست که ریاست جمهور خود نمیتونه به علت تاخیر به پروسش 2-3 سال افزوده شوه؟ چه الٹرناتیوی فعلا در رابطه با او صحبت میشه که اگر فرضاً انتخابات تا 1.5 سال یا بیشتر به طول انجامید، وظیفه آقای کرزی یا سرنوشت آقای کرزی چه کار باید شد؟ یک مسئله براتون بگم که نظر به قانون سیاسی افغانستان روزای معین به خاطر انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان افغانستان مشخص شده که البته بسته که اول جوزا است و در اونجا در سرطان سال آینده ها انتخابات پارلمانی هست، ولی مشکلات امنیتی که وجود داره، واقعات عینی که در جامعه ما وجود داره، هنوز هم متاسفانه افغانستان به او پختگی سیاسی لازم خود نرسیده که ما مشترکاً بنشینیم راه های بیرون رفت از وضعی موجوده باید پیدا کنیم. متاسفانه باید بگیم که نه دولت افغانستان و نه اپوزیسیون افغانستان که جبهه ملی باشه، هیچ کدامش اینا به خاطر بیرون رفت از وضعی موجود راه های همکاری و راه های دیالوگ و گفتگو را جستجو نمی کنند. هر کس فقط به خاطر از این کار میکنه که بتان از وضعی موجود برداری کنند، به خاطر زدن الفای سیاسی خود که سخت من میخوام نیست یک افغانی که مستقل هستم و نه با دولت هستم نه با جمعی ملی هستم، گاه گاهی مرا با تشویش میپرده. وقتی که مثلا در چنین حالات جامعه به طرف بحران میره، به طرف کشمکش میره، در این حالات همه مردم افغانستان اگر پوزیشن است، اگر اپوزیسیون است، باید اینا با هم بشنن مشترکاً راه های را جو کنن که یک اجماع ملی، یک تفاهم ملی به وجود بیاد که متاسفانه می انگیزه ایجاد اجماع ملی و تفاهم ملی را متاسفانه در دولت افغانستان وجود داره و نه جبهه ملی وجود داره. بنا هم در اینجا ضرورت است که از جامعه مدنی افغانستان، از افراد و اشخاصی که واقعا مطابق منافع ملی افغانستان فکر میکنن میاندیشن، باید ما کوشش کنیم که زمینه چنان وسایل و راههایی را پیدا کنیم که نه قانون اساسی افغانستان نقض شود، نه هم یک انتخاباتی که شفافیت لازم نداشته باشه، آزادی لازم نداشته باشه و یک قسمتی از مردم افغانستان از این انتخابات محروم باشن و حق دادن رأی خود نداشته باشن. این مشکلات بسیار زیاد وجود داره. بنابراین من فکر میکنم در قانون اساسی افغانستان هیچ راهی بیرون رفت از این وجود نداره. فقط یک راه وجود داره که به اصطلاح گویا دولت به توافق شورای ملی حالت اضطرار اعلان کنه که او هم برای یک مدت 2 ماه است، بعد از او باز اعلان میکنه باز باید به توافق شورای ملی باشه، که متاسفانه از اینکه شورای ملی ما در افغانستان متاسفانه شورای ملی یا پارلمان حزبی نیست. هر روز پارلمان افغانستان نظریات خود داره مشخص و پیرو کدام مفکوره سیاسی لازم نیستن. بنابراین بسیار مشکل است در چنین موارد ما بتانیم یک پارلمان مؤثر و یک پارلمان کار آمد داشته باشیم. در چنین شرایط لازم است اگر ما فقط به خاطر اینکه وطن از بحران نجات بدیم، باید مشترکاً کار کنیم و اختلافات سلیقوی و سیاسی خود کنار بگذاریم و در راه بیرون رفت بریم. انتخاباتی که اگر همین لحظه 65 ولسوالی در افغانستان امکانات از این نداره انتخابات صورت بگیره. و از جانب دیگه هم متاسفانه مداخلاتی که شورای خارجی سرازیر شده، مقدار پول در اختیار بعضی از اعضاب و افراد باعث سیاسی میشه که نه امکانات انتخاباتی برشان مساعد باشه و بناهن او افراد و اشخاصی که واقعا آدم بخواهی که یک تغییری در افغانستان بیاره، یه امکانات برشان محدود است. بناهن در اینجا لازم است که جامعه جهانی یک جا با مردم افغانستان با زرداشت فیصله های شورای امنیت ملل متحد رای را پیدا کنیم که هم برای مطابق قانون اساسی افغانستان باشه و هم مطابق منافع ملی افغانستان باشه. بناهن روی یک تفاهم مشترک و یک سازی مشترک از همین بحران موجود باید خود نجات بدیم، به اجماع ملی برسیم و به وفاق ملی برسیم. در پهلوی عدم امنیت برای برگزاری انتخابات آینده افغانستان، چالش دیگه هم در پروسه انتخابات هست و او است که مردم افغانستان فاقد کارت هویت یا تذکره نفوس هستند. گزارشات اخیر میرسانه که مردها بیش از 40 یا 50% پاسپورت یا تذکره نفوس ندارن و زنها بیش از 80% ندارن. البته شاید این آمار چند درصد پایین و بالا باشه. در مجموع
چرا دولت افغانستان و جامعه جهانی، اول سوال متوجه شماست آقای علومی، بعدا هم همین سوال آجنده است، چرا اینا در 8 سال یا 10 سال آینده کوشش نکردن که عوض که چندین میلیارد یا میلیون را مصرف کارت انتخابات بکنن و همچنین دوباره این کار بکنن، برای تذکری نفوس یا کارت هویت برای شهروندان افغانستان شروع نکردن؟ و اگر زمینه به عنوان آماده نبود، چرا این تفکر در بینتون وجود نیامد که حداقل کسانی که بعد از آمدن دولت انتقالی به دنیا آمدن، یعنی کسانی که حالا 80 شدن، حداقل برای از اونها داده میشد که ما تا سال بعد اگر شروع میکردین، حداقل 30% نفوس مردم افغانستان که نوجوان بودن، از اونها مثلا مطمئن بودیم که اینا حداقل دارن. لطفا در این رابطه چه ممانعی است؟ آیا این انگیزه های سیاسی داره؟ اگر لطفا انگیزه های سیاسی داره، این میره، ما باید همین سوال را شفاف در بین مردم افغانستان مطرح بکنیم. جامعه جهانی از نداشتن کارت هویت شهروندان افغانستان تعجب میکنن. ببینید، ما همسایه‌ای دارین که مثل ما لباس میپوشن، مثل ما معلوم میشن، مثل ما گپ میزنن، انانات خصوصی ها غذا خوردنشون مثل ماست، و امکان داره که صدها نفر و هزاران نفر در پروسه انتخابات شرکت بکنن. این خود یک انتخابات شفاف و دموکراسی نمیباشه؟ ببینید، سوال شما بسیار سوال بجاست. مشکل افغانستان، مشکل اونده که امروز در اونجا وجود داره، یکان دفعه امنیت هم شامل از اون میشه که وارد است یک نبود یک رهبری توانمند است در داخل افغانستان. یک حکومت قوی ما نداریم، یک حکومتی که متکی به قانون باشه، قانون عملی کنه. چنین حکومت نتانسته تا بالا که قانون درست تطبیق کنه. ما از عدم اجرای قانون رسیدیم به یه حالت که امنیت خراب شد. اگر 5 سال پیش 6 سال پیش شاید امنیت خوبتر بود تا آله. آمدیم سر اینکه چون قانون در تمامی مقطع میبینیم به درستی در اینجا تطبیق نمیشه، فکرتان است در اینجا همه چیز امروز رشد کرده که منفی است. بس تا بگویم نارضایتی مردم رشد کرده، مثلا بی‌امنیتی رشد کرده، فساد رشد، رشوت رشد کرده، بیکاری رشد کرده، فقر رشد کرده داخل افغانستان. کلش عدم اجرای قانون است و اینا که تمامش رشد کرد، همکاری های مردم با دولت به طرف پایان یا به طرف صفر این روز به روز رشد کرده. اینا مورد یک بنوبست گرفتار کرد. ببینید، یکی از عناصر ازی که ما باید اسم میرفتیم به طرف یک انتخابات دوره دوم که سالم تر می بود، دادن تذکره بود. تذکره را گویا ما باید اسم در ماه اگست شروع میکردیم. باید اسم ایره میتونیم. دولت نظر به معاذیری که در اینجا وجود بود، که این معاذیری سیم رو در دادن کارت های رایگیری است که ما میتونیم اما از علی کارت رایگیری را حل کنیم، اما معذلی از یک اوضاعی انتخاباتی تعیین شوه، هم معذلی از یک نظر به قانون اساسی کدام ولایت ما زیاد نفوس داره کدام کم. هنوز اینه هم معلوم کرده نتونستیم. دفعتن یک دفعه پروسه سرشماری نفوس به تعویق انداخت دولت مان به دلایل البته مشخص. شاید بگویم اینه میال ما یک اصطلاح خوب دی اواخر مثلا دی چند سال در افغانستان زیاد شده، ظرفیت سازی. ما در هیچ عرصه کوشش نکردیم که ظرفیت ها رو ایجاد کنیم. وقتی که هیچ سر افغان خود حساب نمی کنیم، فکر کردیم که آمدیم به صلاح به کرسی نشستیم تا قیامت دنیا هست. امروز امنیت ما رو دنیا میگیره، باسازی ما رو دنیا میکنه، پروگرام های اقتصادی، حتی سیاست های ما رو اگه دنیا تعیین کنه، یک نقص عمده است. ما باید از دستاورد بر اولاد خود داشته باشیم. 30% نوجوان نداریم، حتی 60% ما نوجوان داریم. امروز در سن نوجوان و جوانای ما بالاتر از 50% در افغانستان است که اینا به اصطلاح یک قشر بسیار بزرگ از جامعه ما را اینا تشکیل میده که آینده افغانستان به دست زیاد. برای اینا هر چیز باید با سلامتش سپرد، نه با یک شکل ناقصش. اینی عرض ما دیست که وقتی که اینا نبود ما نتانستیم تذکره بتیم. وقتی که تذکره ما از علیش حل کرده نتانستیم، چطور کارت رایگیری را حل کرده میتونیم؟ در انتخابات گذشته چنین بود و در آینده هم اگر بلقو هم شود چنان خواهد بود. چنین بود، مثلا در انتخابات گذشته خود ما را در قندهار یاد ماست که وقتی رایگیری شد بالای صندوقهای رای هر جوان میرفت و 15-20-30 حتی 40-50 تا کارت رایگیری دیگر می آورد که گویا از اعضای اناس فامیل ماست. اونا نه عکس نام داشت، صرف نامشان بود. این صلاحیت داده بودن که باید تستک بیارن در صندوق های رایگیری. پس بین حتی ما حقوق زن هم اینجا زیر پایید. لطفا در رابطه با صلاحیتی که شما گفتین، این صلاحیت را جامعه جهانی هم ناظر بوده، چی توافقات و چی ساخت و باخت هایی بوده که بخش از مردم ما دلایل را بکنن به رئیس جمهور که بتونن این کارت ها را جمعی بدون عکس برن بندازن؟ این که خودش یک تخطی قدر عمده است که ناظران را هم از تو به تعجب خواهد انداخت.
ببینید اول ما باید ساختارهای دموکراتیک بسازیم. اگر ما ساختار دموکراسی را نسازیم اصلا در شکل اما مسائل باشه نمید. انتخابات خودش دموکراسی را ممثلش هست. وقتی که انتخابات میکنیم ما در شکل آن ببینید یک مرد حق دادن رای 20-30-40 خانم داره. درست است که اونجا میره منده این دیگه کس نیست. جامعه جهانی زیر نظارت جامعه جهانی، حتی عرض کنم که در قانون انتخابات گذشته هم تذکر نیست، چنین اختیار را برشان داده بودن که هم چی کارا را کنید. این بسیار اطور مسائل، این نه تنها زنا بود، خب استخطی از قانون انتخابات است که حتی صدها و ده ها و هزارات را ما دیدیم کسایی که به دولت وابستگی ها داشت آمدن صندوقای رای پر کردند، اما تو صندوقای رای سربسته از دم یک دفتر چپ پر شده بود که تو کندر کنده بودن کس قات نکرد. اینا تخطی هاییست که صورت گرد. در این مورد سر برتان بگویم چون کارت رای گیری عکس نداره، به اصطلاح تذکره وجود نداره، هویت شناخته نمیشه. وقتی که هویت شناخته نمیشه در اینجا به اصطلاح در اینجا تخطی کردن به اصطلاح از قانون زیر پا کردن بسیار زمینایش فراهم است. اگر آلیان به طرف یک انتخابات کنیم بالقوه شاید صندوق ها پر شوه، اما مردم بسیار کمتر، مثلا مردم شاید 5% رفته باشه به مناطق و محلات رای دهی، اما شما اونجا 50% و 60% شاید از نقطه نظر آرایی که بشمارین شوینی. هر چیز باید شفافیت خود داشت. اول قانون ایجاد کردن وظیفه دولت است، طرحش و پارلمان تصویب کردنش، و بعد از اینکه قانون تصویب شد قانون تطبیق کردن. دولت پیش کار میکنه، مثلا حکومت و پارلمانش هم ایره نظارت میکنه که قانون به درستی تطبیق شه. قانون که تطبیق شد عدالت تطبیق میشه، اما چیزا در اونجا میتونه که بدست بیاید. ما اینی معضله هنوز در داخل افغانستان حل نشده، به مو خاطر که حل نشده مشکل است که ما بریم به طرف انتخابات باور کنیم که در اینجا حق بر باطل ما تمیز کرده هنوز نمیتونیم. باید از ساختارهای دموکراتیک رشد کنه در داخل کشور ما، که از جملهش بازم عرض کردم که عذاب است خود پارلمان مثلا در داخلش و نیروهای کردمی که جامعه مدنی میه، ساختارهای سیاسی میه، اینا هر کدام نقش خود اگر به درستی ادا کنن ما نتایج مثبت بار خواهد بود. آقای جنده لطفا اگر شما هم در این زمینه تجاربی که داشتین تجارب رو بگوین، آیا فکر میکنین که وکلای باشن که از همچه شرایط ناگوار و هرج و مرجی به سود خود استفاده بکنن و بخواین که به پارلمان راه پیدا بکنن؟ اول من هم با تشویش شما شریک هستم در قسمت عدم توزیع تذکره نفوس برای اتباع افغانستان. شما سه دو مسئله اینجا وجود داره. یکی است که متاسفانه سنت های بسیار قدیمی در جامعه ما که هنوز هم در دیهات افغانستان، در روستاهای افغانستان، در قریه‌های افغانستان زن بایست یک موجودی دومی میشناسن، نه موجودی ولی یک جنسی دوم، و خاطری هم یک چالش بسیار بزرگ است در مقابل دموکراسی نوپای افغانستان که بسیار است. و دوم مسئله دیگه است که متاسفانه یک در افراد و اشخاص بسیار معین و مشخص در جامعه ما که نبض سیاست ها در اختیار خود دارن، اینا در دولت و در معاملات بزرگ سیاسی کشور متاسفانه بعد از کنفرانسی بون شریک شدن، اینا هر کدام به شکل نمایندی از یک قوم معین در افغانستان میکنن، به خاطر اینا میخواین تکدارای قوم خود باشن. با حساب است که یک ملت میگه من 25% هستم، دیگه ملت میگه 35% هستم، دیگه ملت میگه 65% هستم، دیگه ملت میگه 40% هستم، ولی مجموعی نفوس افغانستان که شما حساب کنین بالاتر از 50% میره، که متاسفانه عدم موجودیت یک نظام مردم سالاری که در اونجا معاملات، سازش ها، زد و بنده ها و به اصطلاح امتیازگیری ها و باجدی ها وجود نداشته باشه، این بسیار ضرورت اساسی است. ما مثال بسیار ساده می بتونم، کسی که من میشه در طول تاریخ زندگی خود در افغانستان بودیم، از افغانستان البته در کشورهای مختلف در افغانستان بودیم، من به یاد دارم زمان حکومت مجاهدین که وقتی استاد ربانی در کشور بود تعداد زیادی اتباعی عربی، تبلیغی های پاکستانی و در خارجی ها تذکره تابعیت افغانستان گرفتن. همچنان در زمان دوره طالبان هم ما دیدیم که تعداد زیادی خارجی از تذکره افغانستان. امی لازم یک مشکلی که من اسبوزی کمیسیون بین المللی مبرتان میگم که من واجه هستیم، موجودیت دهها از افغان در کشورهای خلیج و عربستان سعودی است با تذکره پاکستانی و پاسپورت پاکستانی، که تا به این روز حکومت ما قادر نشده که دولت عربستان سعودی را معتقد بسازه که نه افغانهایی بودند که بنا به شرایط دشوار جنگهای داخلی و تنظیمی و مناسبات دیگه اینا کشور را ترک کردند، چون در افغانستان امکان توزیع تذکره پاسپورت ها وجود نداشت، اینا آمدند با پاسپورت
اسکرای ساختگی در پاکستان که مشکل بسیار بزرگ ایجاد کرده. بنا هم در اینجا ضرورت لازم و ضرورت اساسی هست که سرشماری نفوس صورت بگیره و این سرشماری نفوس طوری باشه که بیادر از یک بی‌طرفی کامل برخوردار باشه. معمول برتون میگم در راس تمام ادارات افغانستان متاسفانه کسایی قرار دارن که خط به خاطر قوم خود کار میکنه، اگر پشتون است، اگر ازبک است، اگر هزاره است و که تاجیک، افراد و اشخاصی که در طول زندگی خود ملی بودن، قومی نبودن، فرامذهبی، فراقومی، فرازبانی فکر کردن، متاسفانه در دستگاه حکومت کنونی افغانستان جای نداره. با خاطر این بسیار مشکل اساسی است که واقعا به خاطر آوردن یک دموکراسی باید نهادهای دموکراتیک هم قسمی علوم حساب گفتن باید ایجاد شود. نهادهای دموکراسی از بالا تحمل نمیشه، بنان در مشارکت کامل مردم میتونیم نهادهای دموکراتیک ایجاد کنیم که مردم خودشان بفهمه که نقش ما در جامعه چی است، یک رأی ما برای آینده دموکراسی افغانستان چه نقشی را خود داره، که متاسفانه ما میبینیم که هنوز هم ملت اختطاف شده، اقوام اختطاف شده، گروگان هستند در دست عده افراد مشخص، جنگسالار و قماندان هایی که در طول 30 سال در افغانستان اینان اختیار داشتند. بنابراین اینجا ضرورت اساسی هست که سوال دوم شما واقعا نه تنها در پارلمان افغانستان بلکه در دستگاه حکومت افغانستان کسایی هستند که بخواین اوخت کنن مایه بگیرن، هر وضع هر به اندازه‌ای که وضع متشنج باشه، ناگوار باشه، نارام باشه، زمینهای معاملات، سازش ها و سوء استفاده ها بر ازنا موجود است. بنابراین هم کسایی که همیشه نفع خود در جنگ بردن، نفع خود در خشونت بردن، نفع خود در نقض حقوق بشری بردن، در غصب مالکیت و دارایی های عامه و دولت و مردم بردن، اینا کوشش میکنن که وضع به این منوال ادامه پیدا کنه، ولی متاسفانه دولت ما که بر اساس ازبی به وجود نامده، حکومت ما بر اساس سازش ها و معاملات است، فقط به جز از اینکه باج بده و باج بگیره هیچ کاری کرده نمیتونه. بنابراین ضرورت است که دقیق ملت افغانستان در سطحی از مناسبات فکری، رشد فکری خود برسه که بتونه در آینده از این انتخاباتی که در پارلمان افغانستان، در انتخابات گذشته افغانستان که ما امیدوار هستیم که مردم افغانستان درس خوبی گرفته باشه. من به عنوان آخرین سوال میخواستم که هم از شما آقای علمی پرسان کنم.